سلام دوستان عزیز، ارسلان هستم، کانال شان یوکی. این بار در خدمت شما با یه ودکای بی نظیر فوقلاده خوش اتروبو، ودکایی که در آن رازیانه، زیره و دارچین به کار رفته، بیس آن کشمشه. این ودکا که از خانواده راکی بازم به حساب میاد، یه ودکای خیلی خیلی بی نظیره. دوستان گلم، قبل از این که کلیپ رو شروع کنم و ادامه مطالب رو بگم خدمتون، ازتون خواهش میکنم کانال شان یوکی رو سابسکرایب کنید و این زنگوله پایین رو بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیو جدیدی رو آپلود میکنم ببینید. دوستتون دارم. دنیا دنیا. رازیانه داریم، زیره داریم، دارچین داریم و کشمش. آبی رو که جوشوندیم گذاشتیم کاملا سر شده و یه دبه مناسب. بریم سراغ اندازه ها. 300 گرم رازیانه داریم، 200 گرم زیره داریم، 200 گرم دارچین داریم، 10 کیلو کشمش داریم و 40 لیتر آب. 4 برابر میزان کشمش آبه و یک دبه 60 لیتری. خب بریم سراغ کشمش. کشمش رو انتخاب کنیم بچه ها شیرین باشه و حالت عسلی مانند داشته باشه. خیلی ها میپرسید که کشمش ما دم داره، باید دماشو بشینیم. نه، نیاز نیست. اگه چوب داره چوبای درشت رو بردارید، وگرنه اگه دمای ریز داره نیاز به چیدن دما نیست و اصلا نگران نباشید، به هیچ وجه اینا کور نمی کنن. این کشمش فوق‌العاده است، نه دومی داره نه چیزی. خب بریم سراغ آب. اگه کلیپ های قبلی منو دیده باشید میدونید که من همیشه آبو میجوشونم و میذارم سرد میشه. علت اینکه آبو میجوشونم اینه که ملاتت کپک نمیزنه و عرقی رو که از این آب جوشونده میگیری شفافتره و خوشتمتره و من از شما میخوام که حتما آبو بجوشونید و بذارید کاملا خنک بشه. دوستان عزیز، من فقط آب و کشمش رو میریزم داخل دبم. به هیچ عنوان به کشمشم مخمر نمیزنم و هیچ وقت کشمشم رو من نمیشورم. کشمشی رو تعیین میکنم که تمیز باشه، که نیاز به شستن نداشته باشه. از شما هم میخوام این کار رو انجام بدید. اگه کشمش رو بشورید و بهش مخمر بزنید، اون کشمش باعث میشه طعم مخمر بگیره و ودکاتون طعم جالبی نمیگیره. و اما دبه رو استفاده کنید که یه قفل و بند خوب داشته باشه و قشنگ بتونه آب بندی کنه و هیچ هوایی بیرون نده. از این دبه زیاد هست. تو ایران من اون موقع یادمه که از این دبه زیاد می دیدم و این قفل فلزی هم خیلی مهمه. سعی کنید یه دبه بگیرید که این قفل فلزی رو داشته باشه و بتونید این در دبتون رو باش کاملا کیپ کنید. این دبا یه واشر سفید مانند داخل هم داره که باعث میشه هیچ گونه هوایی از دبت خارج نشه و این خیلی به فرآیند تخمیرت کمک میکنه و همچنین باعث میشه که اون عطروبوی عطویهایی که میزنی خارج نشه و این داخل این دبه حبس بشه و در نتیجه ودکایی که تولید میکنی بی نظیر میشه و طعم فوق‌العاده زیره و رازیانه و دارچین رو توش حس میکنی. دوستان، در اینجا من آبو میریزم داخل دبم و همچنین کشمشی رو که نشستم میریزم داخل دبم و به هیچ عنوان الان من هیچ گونه ادویه بهشون نمیزنم. به این خیلی توجه کنید. مثل کلیپ رازیانه به این اصلا هیچ گونه ادویه نمیزنم و در جلوتر بهتون میگم. امروز فقط آب و کشمش رو میریزم و میذارم بمونه تا 3 روز. بعد از 3 روز میام در دبم رو باز میکنم، هم میزنم و تا 5 روز این کار رو انجام میدم. 10 کیلو کشمش ها رو ریختم داخل دبه، 40 لیتر هم بهش آب اضافه کردم. حالا یه هم میزنم که کاملا کشمش هم خیس بشه و درش رو میبندم میذارم کنار تا 3 روز. فقط خواهشن با وسیلهی که هم میزنید یا دستتون مواظب باشید چرب نباشه که ملاتتون کپک نزنه.
دوستان عزیز، امروز روز سومه و اولین روزیه که میخوام هم بزنم و اونجور که میبینید کشمشا باد کرده، اومده روی آب و با این کشوب برقی شروع میکنم به هم زدن. کامل هم میزنم و حالا خیلی نمیخوام لیلش کنم و ای تا جایی که بتونم هم میزنم، بعد مجدد درش رو میبندم میذارم کنار تا فردا. دمای بین 25 تا 30 دمای نرمال و خوبیه، پس تا 5 روز این کار رو انجام میدم و تو این 5 روز هیچ گونه ادویه‌ای بهش اضافه نمی کنم. دوستان، امروز روز 8 و 5 روز از هم زدن من میگذره. اگه کلیپ عرق کشمش منو دیده باشید میدونید که به چه صورت باید این کار رو انجام بدید، ولی من یه توضیح مختصر میدم که به این صورت بود که بعد از روز سوم که دبم و یه دمایی بین 25 تا 30 درجه گذاشته بودم آوردم و هم زدم و هر روز هم زدم به مدت 5 روز. پس 5 روز هم زدم، 3 روزم 3 روز اولی بود که هیچ گونه کاری انجام ندادم، میشه چقدر؟ میشه 8 روز. پس امروز روز 8. امروز فقط موقع اضافه کردن رازیان است. دارچین و زیره رو بهش نمیزنم. امروز فقط 100 گرم رازیانه بهش میزنم و بعد از اضافه کردن رازیانه کاملا با گوشوب برقی اونو له میکنم. بچه ها، این گوشوب برقی خیلی مهمه. خواهشن چیزایی که بهتون میگم انجام بدید تا جواب 100% بگیرید. بعد از اضافه کردن در دبم رو میبندم میذارم کنار تا 2 روز بعد، یعنی روز 10. روز 10 دوباره میرم فقط هم میزنم، باز هیچ ادویه‌ای بهش اضافه نمی کنم. ادویه رو میذارم روز 12، یعنی در روز 12 من بهش سایر ادویه ها رو و همچنین رازیانه رو بهش اضافه میکنم. خب، در دبم رو الان میبندم و تا 2 روز بعد که روز 10 باشه و بیارمش فقط هم بزنم. خب بچه ها، امروز روز 10. ببینید رازیانه ای که بهش زدم ملات منو به چه روزی انداخته، یه خورده سفتش کرده و هم شبیه حلیم شده و امروز هیچ گونه ادویه بهش نمیزنم و فقط هم میزنم. ملاتو نگاه کنید بچه ها، ببین اینا همه کار این رازیانه ناکسه که الان من میخوام هم بزنم. بوی عجیبی داره و واقعا بی نظیره. بچه ها، موقع هم زدن خیلی خوب هم بزنید. منو نگاه کنید چجوری دارم هم میزنم. گوشوب برقی لازمه پس برای این کار. باید خیلی کامل و دقیق و با حوصله این کار رو انجام بدید. خب، در دبه رو باز مجدد میبندم میذارم کنار تا روز 12. روز 12 میارم. دوستان عزیز، امروز روز 12 و من میخوام 100 گرم دیگه بهش رازیانه اضافه کنم، 100 گرم زیره و 100 گرم دارچین و کاملا هم بزنم، بذارم کنار تا 2 روز بعد، یعنی روز 14. روز 14 هم دوباره میارم، مثل روز 10 فقط هم میزنم، کاری دیگه ای روش انجام نمیدم، یعنی ادویه‌ای بهش اضافه نمی کنم. و روز 16 مجدد بهش ادویه میزنم. پس بریم تا روز 16. دوستان عزیز، امروز روز 16 و 100 گرم رازیانه بهش میزنم، 100 گرم زیره بهش میزنم، 100 گرم دارچین و کامل هم میزنم. بعد از این کار درشو میبندم و میذارم کنار تا 5 روز بعد. بعد از 5 روز من اینو میتونم عرقشو بگیرم. تو این فاصله 5 روزم میتونید یکی دو بار هم بزنید. دو بار زیاده. یک بار میتونید هم بزنید و سر روز 21 میتونید اونو بریزید داخل دیگه عرقگیری و عرقشو بگیرید. پس بچه ها، ادویه‌ای که زدیم به چه صورت بود؟ روز 8 زدیم فقط
رازیانه 100 گرم، روز 12 زدیم از هر کدوم 100 گرم و روز 16 زدیم از هر کدوم 100 گرم که ادویه ها رازیانه شد 300 گرم، زیره و دارچین هر کدوم شد 200 گرم برای 10 کیلو کشمش و 40 لیتر آب بدون مخمر و بدون هیچ چیزی. خب دوستان عزیز، امروز روز 21 و مواد ودکای زیره، رازیانه، دارچینم آماده عرقگیریه و میخوام بریزم داخل دیگ و عرق اونو بگیرم. قبل از اینکه بریزم داخل دیگ کاملا هم میزنم که کل مواد با هم دیگه قاطی بشه. دوستان عزیز، به این نکته برای پر کردن دیگ خیلی توجه کنید. 1/3 دیگ همیشه بذارید خالی باشه، فقط 2/3 اونو پر کنید. اگه میخواد عرقتون کدر نباشه و یه عرق خوش رنگ بگیرید، یه ودکای کاملا شفاف و شیشه‌ای بگیرید، فقط 2/3 دیگتون رو پر کنید و 1/3 اونو بذارید خالی باشه و زمانی که روی اجاق میذارید شعله اونو زیاد کنید. ابتدا در شروع شعله رو زیاد کنید. شعله من 9 تایه، میبینید که زمانی که من دیگم رو تازه گذاشتم شعلم رو 9 میذارم و ثبت میکنم که این درجه به روی 80 الی 90 برسه، یا اینکه اولین چکای عرق شروع به چکیدن کرد، بعد دمامو از 9 میارم به 5 میرسونم، یا به عبارتی از دمای زیاد به نصف میرسونم. پس این کارو حتما انجام بدید و بهترین دما برای کسایی که دیگشون درجه داره 80 الی 90. بستگی باز به دیگ داره که ضخامتش بشه صورته و این بهترین دما 80 الی 90. کندنسر رو هم همیشه خنک نگه دارید و از ظرف شیشه ای استفاده کنید. دوستان اینم مثل ودکای رازیانه، سرگلش 74 بهم داد و در کل 10 کیلو کشمشی که من داشتم بهم 10 لیتر عرق 45% داد. البته شما فکر کنم یک ذره کمتر بگیرید، چرا؟ چون که کشمشای من خیلی کشمشای خوب و شیرینی بود. ولی دوستان قبل از اینکه این ویدیو رو به پایان برسونم ازتون خواهش میکنم لایک و سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای بعدی به طور خودکار مطلع شید. دوستان عزیز، این ودکای خوش طعمات هم مثل راکی میمونه و زمانی که بهش آب اضافه میکنی رنگ آن شیری میشه و با این تفاوت که عطر خیلی خیلی بهتری داره و مطمئنم ما ایرانی اونو خیلی دوست داریم. خب این ویدیو هم به پایان رسید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی. خدایا رو نگهدار همتون.